توی بعضی از کتابای علمی تخیلی یا سریالای ابرقهرمانی میبینیم این ابرقهرمانا قدرتای جادویی دارن، میتونن ذهن بقیه رو بخونن. چقدر جالب میشه وقتی بتونیم فکر بقیه رو بخونیم. ایده خوندن فکر دیگران از اون جایی اومده که ما توی ذهن خودمون فکر خودمون رو میخونیم و صحبت میکنیم. شاید برای شما طبیعی باشه که ما با خودمون توی ذهنمون حرف میزنیم، ولی همه انسان‌ها این صحبت توی ذهنشون رو ندارن و نمیتونن با خودشون حرف بزنن. این یه پدیده روانشناسیه که بهش گفتار درونی میگن. این گفتار درونی چیزای زیادی در مورد عملکرد مغز و نحوه صحبتمون بهمون میگه. کلی تحقیق در موردش انجام شده و هنوزم دارن روش کار میکنن تا چیزای بیشتری در موردش بفهمن. در این ویدیو از پاراگراف به صدای توی ذهن و گفتار درونی میپردازیم. اینکه مردم توی ذهنشون با خودشون چی میگن و اصلاً این صدا از کجا میاد. وقتی چشاتون رو ببندین میتونین توی ذهنتون چیزای مختلف رو به صورت تصویری تجسم کنین. مثلا یک باغ پر از درخت که یک رود هم از کنارش میگذره. حتی میتونین صدای اون رود رو هم تجسم کنین. اما گفتار درونی یک نوع تجسم متفاوته. تجسمیه که تصویر توش نیست، فقط یک نوع صداست که کلمات براتون خونده میشه و انگار فکر کردن بلند و با صداست. این گفتار درونی همون لحن و تون صدا و لهجه‌ای رو داره که خود شما دارین. شاید فکر کنین باید هم همین طور باشه چون خودتون دارین با خودتون حرف میزنین. ولی در ادامه ویدیو میفهمیم که همیشه اینطور نیست. تحقیق در مورد این موضوع سخته چون دانشمندان که نمیتونن بیان توی سر شما ببینن چقدر و چطور فکر میکنی. پس تحقیق در مورد این که گفتار درونی چطور انجام میشه سخته و دانشمندان هم نمیتونن به یک توافق واحد برسن. مثلا توی یک تحقیق دانشمندان اومدن فرکانس‌های مغز رو بررسی کردن و به داوطلبا گفتن در مورد یک موضوع خاص با کلماتی خاص توی ذهنشون حرف بزنن. توی این تحقیق میشه به یه نتیجه مشخص رسید چون موضوع و کلمات به داوطلبا داده شده. اما توی زندگی روزمره ما ناخودآگاه توی ذهنمون در مورد موضوعی حرف میزنیم و این موضوع شاید چیزی باشه که اصلاً در موردش فکر نمی‌کنیم. پس زندگی روزمره اصلاً مثل یک تحقیق آزمایشگاهی نیست که دانشمندا بتونن درست در موردش تحقیق کنن. هر کس توی زندگی روزمرهش در مورد یک چیز مختلف فکر میکنه و با خودش حرف میزنه، نه در مورد یک چیز واحد. پس محققین اومدن یک کار دیگه کردن. گروهی از مردم رو جمع کردن و بهشون یک پرسشنامه دادن. گفتن در مورد فکرهایی که در طول روز توی ذهنشون صحبت میکنن بنویسن. متوجه شدن بیشتر مردم توی ذهنشون در مورد چیزهای منفی حرف میزنن و همش هم در مورد خودشونه. بیشتر این حرفای درونی به احساسات منفی برمیگشت. به اینکه مثلا به اندازه کافی شخص خوبی نیستن، نمیتونن درست تصمیم بگیرن و آدما همش توی ذهنشون خودشونو سرزنش میکنن. گفتار درونی این افرادی که توی این تحقیق شرکت کردن بیشتر از این چیزا بود. موضوع بعدی که در مورد گفتار درونی فهمیدن این بود که آدما چیزایی که توی ذهنشون میگن معمولا جملات کامله و همه چیز رو درست بیان میکنن. یعنی توی ذهنشون انگار دارن با یک نفر دیگه صحبت میکنن که باید همه جملات کامل گفته بشه. افراد خیلی کمی هستن که جملاتی که توی ذهنشون میگن رو به صورت مختصر عنوان میکنن. از اونجایی که مردم زیاد در مورد تجربیات و افکار درونیشون آگاه نیستن، این پرسشنامه هم خیلی دقیق نبود. توی جدیدترین آزمایش‌ها محققان یک روش جدیدی به اسم نمونه‌گیری تجربه توصیفی رو شروع کردند. افرادی که تو این آزمایش شرکت می‌کردن، یک دستگاه کوچیک رو بهشون دادن که به طور تصادفی در طول روز چند بار به صدا در می‌اومد. در همون لحظه‌ای که دستگاه صدا می‌داد، افراد باید چیزی که توی سرشون بود و در موردش حرف می‌زدن رو روی کاغذ می‌نوشتن. نتیجه اینطور بود که در طول روز بیشتر افراد گفتار درونی دارن و بیشترشون هم از نظر روانشناسی به چیزای مشابهی فکر میکنن. به علاوه این که مشخص شد 1% خیلی کوچیک از مردم هم هستن که اصلاً با خودشون حرف نمیزنن.
به طور دقیق تر این تحقیق میگه که 85% مردم هر از گاهی با خودشون حرف میزنن و گفتار درونی دارن و از این 85% حدود 15-30% مواقع کاملا درگیر صحبت با خودشونن. چیز دیگه ای که تحقیق نشون داد این بود که 75% مردم بعضی وقتها توی گفتار درونیشون به آینده یا گذشته فکر میکنن. عجیبتر این که 25% افراد گفتن که یک شخص دومی هم توی گفتار درونیشون ظاهر میشه و باهاشون حرف میزنه. عموماً افرادی که یک دوست خیالی با خودشون داشتن این موضوع رو گزارش کردن. یک شکل دیگه ای از صحبت درونی هست که بهش تعامل تصویری میگن. مثلا وقتی چند ساعت دیگه یک قرار عاشقانه دارید، اون چیزی که سر قرار میخواین بگین رو تصویری تمرین میکنین. چیزی که هنوز معلوم نیست اینه که چرا افراد گفتار درونی متفاوتی دارن و این تفاوت در موردشون چی میگه. برسیم به این سوال که این گفتار درونی توی سرمون از کجا میاد؟ ما چطور با خودمون صحبت میکنیم؟ اگرچه واقعا نمیدونیم گفتار درونی از کجا میاد، ولی نظریه های مختلفی در موردش هست. مثلا یک دیدگاه به تکامل انسان برمیگرده. بعضی از کارشناسان فکر میکنن که گفتار درونی به عنوان بخشی از فرایند تولید گفتار در انسان به وجود اومده. مثلا وقتی میخواین صحبت کنین، مغز شما به طور همزمان سیگنال هایی رو به دو بخش مختلف میفرسته. یکی به قسمت های حرکتی مغز برای کنترل دهان و زبان و یکی دیگه به قسمت های حسی مغز. سیگنال حسی به مغز اجازه میده تا اون چیزی رو که میخواد بشنوه پیش بینی کنه. در اصل این دیدگاه میگه که صحبت کردن همون گفتار درونیه، ولی با صدای بلند. به خاطر همین گفتار درونی هم دقیقاً همون سیگنال های مغزه، ولی شما بلند به زبون نمیارینش و میتونین خودتون بشنوین. انگار با گفتار درونی قسمت شنوایی مغزتون فعال میشه. به خاطر همین بعضی از محققین فکر میکنن هدف اصلی گفتار درونی اینه که انسان بتونه خطای صحبتش رو بگیره. یعنی اینکه مغز گفته هاتون رو پیش بینی میکنه، وقتی هم صحبت میکنید اون چیزی رو که میشنوه فیلتر میکنه و روی بقیه صداهایی که وارد گوش و مغز میشن متمرکز میشه، که اگه تطابق نداشته باشه بهتون اطلاع میده که اشتباه کردین تا بتونین متوقف بشین و حرفتون رو اصلاح کنین. اما به نظر نمیرسه که این اصلاح خطا برای گفتار خیلی هم ضروری باشه، چون این دوتا رو میشه از هم جدا کرد. مثلا مواردی هست که یک فرد به یک آسیب مغزی دچار شده و گفتار درونیش رو از دست میده، اما میتونه همچنان صحبت کنه. برعکسش هم هست، افرادی هم که نمیتونن کلامی صحبت کنن اما گفتار درونی دارن. به هر حال گفتار درونی به انسان کمک میکنه تا بهتر ارتباط برقرار کنه. این موضوع نشون میده که چرا گفتار درونی یک موضوع تکاملی برای انسانه. البته این فقط یک فرضیه است. این احتمال وجود داره که مغز از گفتار درونی واسه کار دیگه استفاده میکنه و همین کار دیگه مغز هم نشون میده که چرا گفتار درونی واسه آدما فرق میکنه. بعضی از روانشناسا فکر میکنن گفتار درونی روزمرهمون منعکس کننده مکالماتیه که ما در دوران کودکی داشتیم، به خصوص لحظاتی که افراد خانواده سعی میکردن مشکلمون رو با صحبت کردن با همون حل کنن و ما رو آروم کنن. بعدها که بزرگ شدیم این موضوع به یک عنصر درونی واسه ما تبدیل شد و اونا رو توی ذهنمون بازگو کردیم. واسه همین گفتار درونی مثل یه مکالمه است و بیشتر در مورد حل مسئله و برنامه ریزیه. طبق این نظریه گفتار درونی به این خاطر بین افراد فرق میکنه، چون تربیت و تعامل اجتماعی کودکی افراد فرق میکرده. سرنخ‌هایی وجود داره که نشون میده گفتار درونی نقش مهمی در شناخت داره. دانشمندان از آزمایشی به نام پارادایم وظیفه دوگانه استفاده کردن تا ببینن که گفتار درونی چطور بر حل مسئله تأثیر میذاره. تو این آزمایش از داوطلبا خواستن تا وقتی دارن یه کار متفاوتی رو انجام میدن، یه مشکلی رو هم حل کنن. دیدن اگر کار دوم یه چیز فیزیکی باشه، مثلا اینکه داوطلب با پاش به جایی ضربه بزنه، اون وقت داوطلب باهاش مشکلی نداره و اتفاقی واسش نمیفته و ذهنش منحرف نمیشه. ولی اگه کار دوم یه کار کلامی باشه، مثلا یک لیست از اسامی رو به خاطر بسپرن، عملکرد این داوطلبا ضعیف میشه.
محققان فکر میکنن دلیل ضعیف شدن عمل کرد اینه که این کلماتی که توی لیست باید حفظ کنن گفتار درونیشون رو مختل میکنه و باعث میشه نتونن روی مشکل اصلی تمرکز کنن. موضوع بعدی اینه که گفتار درونی یک ابزار مهم واسه حافظه است. وقتی شما چیزی رو میخواین توی ذهنتون حفظ کنید، اون رو مدام توی ذهنتون تکرار میکنید. به خاطر همین به گفتار درونی نیاز دارین. افرادی هم که روی گفتار درونیشون مدیریت بیشتری دارن، میتونن حل مشکلات رو بهتر انجام بدن. بنابراین تفاوت در نحوه صحبت مردم با خودشون ممکنه دلیل اصلی تفاوت در نحوه عملکردشون توی کارهای مختلف باشه. حتی ممکنه گفتار درونی تو سلامت روان انسان نقش داشته باشه. مثلا یک تحقیق دیگه میگه که افرادی که افسردن توی ذهنشون صحبتهایی رو با خودشون میکنن که بیشتر به افسردگی دامن میزنه. یا افرادی که مضطربن توی ذهنشون بیشتر خودشون رو سرزنش میکنن. به این ترتیب احتمالاً میشه با تغییر گفتار درونی روی سلامت روان تاکید کرد و باعث بشیم یک سری از بیماری‌ها از ما دور بشه. در مورد سیگنال پیشبینی مغز که چند دقیقه قبل گفتم یادتونه، گفتم مغز دو تا سیگنال میفرسته. بعضی از کارشناسا فکر میکنن که اگر چیزی مدار عصبی مغز رو خاموش کنه، مغز برای شناسایی صداها و افکارش خاموش میشه. به خاطر همینه که بعضی‌ها فکر میکنن توی ذهنشون یک نفر دیگه هم هست و نمیتونه ذهن تشخیص بده که این خود اون شخصه، نه یک نفر دیگه. موضوع گفتار درونی یک چیز عجیب و خارق‌العاده است. روانشناسان، محققین و کسانی که در سلامت روان نقش دارن دنبال اینن که ببینن چرا ما با خودمون صحبت میکنیم و چطور صحبت میکنیم. درک گفتار درونی میتونه به شناخت مغز کمک کنه. ما هنوز در مورد گفتار درونی چیز زیادی نمیدونیم. نمیدونیم چرا بین مردم این گفتار متفاوته و چه تأثیرات عمده‌ای صحبت کردن با خودمون روی زندگیمون میذاره. نظر شما در مورد گفتار درونی چیه؟ شما در طول روز با خودتون توی ذهنتون بیشتر در مورد چه چیزی صحبت میکنی؟ امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.